عادت 6، نیروی جمعی ایجاد کنید. اصول همکاری خلاق. نخستین شرط همکاری موفقیت آمیز هر گروه، تیم، دسته، اجتماع، انجمن و زندگی زناشویی، خانوادگی و حرفه‌ای آن است که در پرتوی تعاون متقابل اجتماعی موفقیت‌ها را جستجو کنیم. وقتی از چرچیل تقاضا شد که رهبری جبهه‌های جنگ بریتانیا را به عهده گیرد، اظهار داشت که در تمام عمر خود را برای چنین ساعتی آماده کرده است. با این قیاس ما نیز با تمرین تمام عادتهای دیگر خود را برای عادت 6 آماده کرده ایم. اگر با نظری ژرف و دقیق به مفهوم نیروی جمعی یا روحیه تیمی بنگریم، در میابیم که این مضمون در برگیرنده عالی ترین جنبه های زندگی است. تجلی همه عادت ها و آزمونی راستین از آنها. هرگاه بتوانیم در چالش های دشوار زندگی انگیزه برنده 4 موهبت منحصر به فرد انسان و فنون همدلی را کانون توجه قرار دهیم، به بالاترین جنبه های مشارکت و تعاون دست یافته ایم. با توسل به این تکنیک راه حل هایی پدید می آید که پیش از این وجود نداشت. روحیه تیمی خمیرمایه رهبری مبتنی بر اصول است. تربیت فرزندان را با اتکای به اصول میسر می کند. حد اعلای توانایی های آدمی را شتاب بخشیده، در هم آمیخته و برون می افکند. در حقیقت تمام عادت های پیشین ما را برای آفرینش اعجاز روحیه تیمی آماده می کند. نیروی جمعی چیست؟ در ساده ترین توصیف ممکن می توان گفت که برایند نیروی جمعی از جمع تک تک نیروها بیشتر است. بدین مفهوم که رابطه اجزا با یکدیگر جزئی جداگانه تلقی می شود. این جزء نیروبخش ترین، متحد ترین و سریع ترین و پرهیجان ترین اجزا است. طرز کار این فرایند خلاق، هیجان انگیز و حتی رعب‌آور است، زیرا در قالب آن رخدادهای آینده غیر قابل پیش بینی است و معلوم نیست که سر از کجا درآورد. نمی دانید که چه خطرات و چالش هایی در کمین نشسته است. سفری سراسر مبارزه جویانه، پیچیده و سرشار از ناشناخته ها. از این رو قبل از هر چیز امنیت باطن و روحیه ای لبریز از ماجراجویی و خلاقیت می طلبد. بدون تردید بایستی از محدوده ایمن زندگی پا را فراتر گذاریم. نیاز مداومی را برای تنوع و درگیری های تازه پدید آوریم. تجربه های عادی و روزمره را به هیچ گیریم. چیزهای تازه کشف کنیم و امکانات تازه. قلمروها و قطبهای جدیدی را بگشاییم و آنگاه دیگران را راهبر و پیشرو باشیم. جلوه‌هایی از نیروی جمعی را در همه جای طبیعت می توان یافت. برای مثال اگر دو گیاه را نزدیک هم بکارید،
ریشه های آنها در هم می آمیزند و کیفیت خاک را بهبود می بخشند و در پرتوی این تعاون و همبستگی هر دو بهتر رشد می کنند. وزنی که دو قطع چوب به اتفاق تحمل می کنند بسیار بیشتر از مجموعه وزنی است که هر یک به تنهایی تاب می آورند. به بیانی دیگر در مبحث نیروی جمعی یک به علاوه یک برابر است با سه و یا حتی بیشتر. ذکر مثال‌های فوق توصیفی از همکاری و مشارکت خلاق را به دست می‌دهد. به امید اینکه اصول همکاری خلاق را در طبیعت بیاموزیم و آن را در ارتباطات هر روز خیش دخالت دهیم. زندگی خانوادگی فرصت‌های زیادی را برای مشاهده روحیه تیمی و استفاده از آن فراهم می‌آورد. ساده ترین نوع آن اتحاد زن و مرد است که به تولد کودک می انجامد. روحیه تیمی بر اساس ارزش بخشیدن، احترام به تفاوت‌ها، افزایش توان جمعی و جبران ضعف‌ها پیریزی شده است. طبیعی است که ما تفاوت‌های جسمانی زن و مرد یا زن و شوهر را ارج می نهیم. اما درباره تفاوت‌های ذهنی، اجتماعی و عاطفی آنان چه استنباطی داریم؟ آیا این تفاوت‌ها می‌تواند مظهر جنبه‌های تازه و پرشوری از زندگی باشد؟ آفرینش محیطی برای رشد و خود اتکای همه و سپس اتکای متقابل بگشاید؟ آیا با حس مشارکت و تعاون می توان دستورالعملی برای نسل‌های آینده نگاشت تا انسان‌ها با توسل به آن از موضوع تدافعی، خودخواهی، خودمحوری و درویی دست بشویند و به ایثار و دوستی، صداقت روی آورند و در هر کجا که قدم می‌گذارند عشق، معرفت و صفا پراکنند؟ ارتباطات مبتنی بر روحیه تیمی. هرگاه روح مشارکت و تعاون را بر ارتباطات اجتماعی خیش بدمید، ذهن، قلب و زبان خود را به امکانات، راه حل‌ها و انتخاب‌های تازه گشوده اید. ممکن است در ظاهر احساس کنید که از رعایت عادت دو، یعنی عادت ذهنن از پایان آغاز کنید، غافل شده اید، در صورتی که درست عکس این قضیه صادق است. شما در حال اجرای این عادت هستید. اگرچه دخالت در هر کار مشارکتی ممکن است سرانجام روشن و تضمین شده‌ای در بر نداشته باشد، در این حال حسی شعف‌انگیز که با ایمنی و ماجراجویی آمیخته است از درون به شما اطمینان می‌بخشد که گذشتن از قید و اجبارهای گذشته و گام نهادن در قلمروی هیجان انگیز مجهولات بسیار ارزشمندتر از اوضاع و شرایط ملال‌آور و تضمین شده اکنون است. شما با این اعتقاد که افراد دلبسته و درگیر در کار جمعی بینش بیشتری به دست می آورند و هیجان یادگیری و بینش دو جانبه یک حرکت آنی و نیرومند را برای یادگیری رشد و بینش بیشتر پدید می آورد، کار خود را آغاز می کنید. بسیارند مردمانی که در محیط خانواده و در زندگی اجتماعی خود کمترین توجهی به مشارکت و نیروی جمعی ندارند. نقشه ذهنی آنان با خطوط خودخواهی و منیت ترسیم شده است.
به اعتقاد این کسان به زندگی و مردمان دیگر نمیتوان اعتماد کرد. در نتیجه آنان هرگز به اصول عادت شش روی خوش نشان نمیدهند. این آغاز یکی از ضایعات و تراژدی های زندگی است، زیرا قابلیت گسترش و پرورش و شکوفایی آدمی را سلب می کند و نمی گذارد بهترین توش و توان خود را بپروراند و آشکار کند. مردمان غیر مؤثر کسانی هستند که بدون بهره گیری از توانایی های باطنی روزها را یکی پس از دیگری سپری می کنند. این کسان گاه تأثیرات نیروی جمعی را در مقیاسی بسیار ناچیز تجربه می کنند. حتی چه بسا خاطراتی از چندین کار خلاق و غیر معمول را تجربه کردند. برای مثال در یک تیم ورزشی روح اخوت و مشارکت را چشیده، یا در وضعیت استراری با لگد کوب کردن منیت و خودمداری همراه با سایرین برای نجات جان کسی یا رفع بحرانی به پا خواستند. بسیارن افرادی که چنین رویدادهایی را غیر عادی، غیر موجه و حتی اعجاب آور تلقی می کنند، در صورتی که این رخدادها به طور مرتب و مداوم و تقریبا همه روزه در روند زندگی ما حادث می شود. در این حال رویارویی با آن مستلزم برخورداری قابل توجهی از حس ماجراجویی، روحیه تیمی و احساس ایمنی و یکرنگی است. بیشتر کارهای خلاق قابل پیشبینی نیست، اغلب مجهول و ناشناخته است، برد و باخت و آزمون و خطا است و مادامی که آدمیان تا به ورود به وادی ناشناخته ها را نداشته باشند و امنیتشان را از تمامیت وجود، اصول و ارزش های نهانی خیش طلب نکنند، درگیر شدن در کارهای تحورآمیز و خلاق را امری دلسرد کننده و ناگوار خواهند یافت. نیاز این کسان به حصول اطمینان از رویدادهای آینده بسیار زیاد است و همه چیز را تا بیکرانه ها باید ببینند و لمس کنند.